در زمانهای قدیم در قلمروی ابلیس، در آن سوی باغ چهار رودخانه، در سرزمین تاریکی ها شهری قدیمی وجود داشت. در زبان کهن نام آن شهر نوتکورس بود، اما با گذشت زمان و تغییر گفتار مردم و با وجود فردی دانا به نام لاکس، نام بهتری برای آن انتخاب شد، شهر نفرین نشده. اگرچه بعضی ها این اسم را یک نام خیالی می دانستند، چون آن شهر حقیقتاً نفرین شده بود. با وجود آن زوال ابدی، ساکنین آن سرزمین چاره‌ای جز زحمت و تلاشی مداوم برای امرار معاش خود نداشتند. سالها، دهه‌ها و قرن‌ها گذشتند. شمار افراد و کارگران آن شهر بیشتر و بیشتر شد. حاکمان این سرزمین مباشرین بودند، همگی از نوادگان لاکس. این مدیران زیرک با برنامه‌ریزی دقیق و ساعات کاری بیپایان شهر را سرپا نگه داشته بودند. بعدی لجوج خودسر، بعدی مسیحی رهنورد، بعدی ریفای. کار مهمترین موضوع در آن شهر بود. به همین دلیل هیاهوی بزرگ برپا شد روزی که مشخص شد قربان یه نفر گم شده. چه؟ آقا وایسی، یه ضربه دیگه. وای اینجا رو ببین. همه رو پاره کنید و بسوزونید، همه رو عجله کنید. مباشر ششم هر لحظه ممکنه از راه برسه. اگه من جای شما بودم حواسمو خوب جمع میکردم. اینجا رو از این خرافات پاک کنید، زود باشید، سریع. پس این خودشه؟ درسته، خودشه. راه بلد با ایبان. مرده که دیوونه. خب تو نمیتونی کسی رو به خاطر رویاهاش سرزنش کنی، درست میگم لجوج؟ حتی اگه اون آدم دیوونه باشه. دیوونه بود، فقط یه دیوونه میتونه همچین حماقتی بکنه و از مرزا خارج بشه. من همیشه گفتم زیر پا گذاشتن قوانین اصلا عاقبت خوبی نداره، به هیچ وجه. از مرزها؟ اون از مرزها خارج شده؟ بله، و همه میدونن که خارج از مرزها چیزی جز مرگ نیست، درست میگم؟ اسم چی بود؟ مسیحی مباشر. منظورم همون مسیحیه، مسلماً مباشر شما هستین. تو که نمیخوای به عاقبت راه بلد با ایمان دوچار بشی؟ میخوای؟ اون به خاطر این کتاب به این زلالت دوچار شد. نه، البته که نه، هرگز. نه. خوبه، تمام کاغذ پاره ها رو جمع کنید، همه ی طرح ها و یاد داشته رو، همه رو. ای تو، بله قربان، کارت دارم، بیا. اصوه قربان. سفرنامه مسیحی آه.
یعنی راه بلده با ایمان با خودش چه فکری کرده بود؟ گفته شده است که کسی آن کتاب را پیدا نمی کند، بلکه این کتاب است که اشخاص را پیدا می کند. به این ترتیب مرد جوان شروع کرد به خواندن، خواندن و خواندن و خواندن. مرد جوان نمی توانست حس کنجکاوی خود را مهار کند. او تمام شب و روز بعد و روز بعد از آن مشغول خواندن بود. هرچه بیشتر می خواند بیشتر به حقیقت کتاب پی می برد، تا جایی که آن حقایق برای او تبدیل به یک بار سنگین شد. او چیزهایی خواند که هرگز تصورشان را هم نمی کرد، در مورد نیکویی هایی که هرگز نمی دانست وجود دارند، درباره چیزهای اشتباهی که می بایست درست می شدند، در مورد تاریخچه شهرش، در مورد جنگ. ما باید از اینجا بریم کریستینا. تو این کتاب این طور گفته شده و من اونو باور دارم. اما جنگ کل شهر را از بین می بره. پس ما باید فرار کنیم و بریم به شهر آسمانی، شهر نور. شهر؟ این فقط یک کتاب عزیزم. اگه تو هم اونو بخونیم متوجه میشی همه ی مطالبش درست. درست؟ تو از من و بچه ها میخوای که با تو از مرزها خارج بشیم؟ نه نه، این درست نیست به هیچ وجه. تو از چند روز پیش شروع کردی به خوندن این کتاب و مثل دیوونه ها سرتون فرو کردی. شهر نابود خواهد شد، شهر آتش خواهد گرفت. برای من و بچه ها سخته که تو رو تو همچین وضعیتی ببینیم، ببینیم که کمرت خم شده. به خاطر این وزنه. وزن؟ کدوم وزن عزیزم؟ از تو هیچی به جز پوست و استخون باقی نمونده. هرچی بیشتر میخونم این سنگینی بیشتر میشه. تو اینو نمیبینی؟ آه عزیزم. میدونم احمقانه به نظر میرسه، میدونم، ولی من شما رو دوست دارم و بهتر این چیزا رو برای هممون میخوام. اگه شهر نابود بشه اگه شهر نابود بشه نمیخوام تو یا بچه ها یا هیچ کس دیگه ای با اون نابود بشید. من دوستت دارم عزیزم. پس انتخاب کن. چی؟ انتخاب کن مسیحی. من و بچه ها نمیتونیم تو رو اینطوری ببینیم. تو باید تصمیم بگیری که میخوای چی کار کنی. اینجا با ما بمونی؟ یا بری؟ چون ما با تو جایی نمیاییم. نمیاییم. قربان، قربان. نشونه ای نیست؟ نشونه؟ چرا؟ یکیشون دقیقا همینجاست، نگاه کنید. از شخص مفقود شده ابله. اوه، البته، البته بده، بده، البته که بده، بده و نه. بله و نه یعنی چی؟ آره دیگه، ما رد پاشونو تا اون بری مرز دنبال کردیم تا تا باطلاق دل سردی. پس کارش اونجا تموم شد. جالبه. خب اما میدونید آخه قضیه اونطوری که شما فکر میکنید نیست قربان. منظور رد پای اون از قبل
تا بعد از باتلاق دیده شده که به سمت قلمرو خارجی رفته. از قرار معلوم با ایمان هنوز زنده است. ها؟ زنده؟ وای بدبخ شدیم، بدبخ شدیم. رئیس خیلی عصبانی میشه مگه نه؟ اگه خبری به گوشت رسید به من اطلاع بده بی‌مصرف. بله قربان، چشم حتما. نباید کارگرهای بیشتری رو از دست بدیم، مخصوصا قبل از جنگ. ولی باید به رئیس اطلاع بدیم. به شهر برگرد و شایعه کنی اتفاق خیلی وحشتناک برای با ایمان افتاده. هرچی کمتر توضیح بدی اونا چیزای وحشتناک تری رو تصور میکنن. چه زیرکانه، شما بی نظیرید قربان. بارو به زودی منم میام. از سائه قربان، از سائه. سرورم چی شده؟ سرورم لازم نیست مقاممو به من یادآوری کنی. بله البته. یکی از کارگرهای شما با نام با ایمان گم شده. البته میشه گفت گم نشده، چون ما ردشو تا قلمروی خارجی گرفتیم قربان. چه اینطور؟ هی میدونستم درک میکنید سرورم. ما تمام تلاش خودمونو میکنیم که چه چیزی باعث شده که فکر کنی من درک میکنم جونور؟ من گم شو بیرون. دیگه تکرار نمیشه سرورم. قول میدم جونور. بله زربرم. هوشیار باش، یک احمق همیشه توان اغفال دیگران رو هم داره. من باید چی کار کنم؟ تنها چیزی که دارم این نقشه است. اگه به موقع به شهر برنگردم تا اونا رو نجات بدم چی؟ چی کار باید بکنم؟ من فکر میکنم میتونم پاسخ سوالتو بدم. چی؟ من شما رو ندیدم. چون من تازه اومدم. نام من مبشره. تو پرسیدی چه باید بکنم. من به تو میگم فرار. تردید نکن، زمانو از دست نده. کاری که میدونی درستر بکن. به زودی آنچه که در قلبت به اون ایمان داری رو با چشمانت خواهی دید و از بار روی دوشت خلاص خواهی شد. تو این پا رو میبینی؟ البته که میبینم و میتونم بگم بار سنگین و طاقت فرسایه. روز به روزم سنگین تر میشه. هرچه افسوس هایت بیشتر بشن بارت نیست سنگین تر میشه جوان. اما هرگز به تنهایی قادر نیستی از اون خلاص شی. به تو اطمینان میدم. دروازه رو نگاه. دروازه؟ کجا؟ بیا اشکاتو پاک نکن، از پشت اونا نگاه کن. گاهی اشکا باعث شفافیت دید میشن پسره. من هنوز نمیتونم. با اندوهت نگاه کن مسیحی با تقوا.
من... صبر کن. فکر کنم میبینم. آره میبینم. نزدیک نور. خوبه. حالا به من گوش کن. اون نور رو نگاه کن و مستقیم به سمت نور برو. به چپ و راست منحرف نشو. تو مسیر باش. مستقیم حرکت کنم. درسته. به زودی به دروازه خواهی رسید. دروازه. در اونجا به تو میگن که چی کار باید بکنی. اکنون برو. بسیار خوب. عجله کن، زمان از دست نده. بودو بودو؟ چرا؟ آره، چون حتی یه فرد با تقوا ممکنه ندونه چه چیز بهترینه. از این طرف فکر کنم سرزه. چی؟ بیا بودو پشت سره. چی؟ اونجا فکر کنم دیدمش. مسیحی مازل زای خود صاف خود. آی آی لجوج، تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم تا نظرم حماقت بزرگتری بکنی. همسرت به من گفت چه اتفاقی افتاده. ولم کن. اجازه نمیدم بری. من یعنی که قول بریم حرفم گوش کنی. آی من باید. نه امکان نداره. باشه باشه. حالا شد. خب درم خوب. ممنون که با من اومدی. حالا که اونو گرفتی با هم برگردیم؟ نه. باشه پس سفر خوبی داشته باشی. برگرد اینجا. باشه. کجا میری؟ گفتم گوش میکنم، نگفتم منصرف میشم. کل شق سبکا بسی. اصلا چرا ما باید چیزایی که دوستشون داریم رو رها کنیم؟ درسته، چرا؟ چون اونا در مقایسه با وعده هایی که پادشاه شهر آسمانی به مردمش میده هیچی نیستند. وفور لذت در حضور پادشاه. اوه. بدون هیچ اندوهی. وای. گذرگاه هایی پوشیده از طلا. شهری که من دارم ازش فرار میکنم پر از شرارت و مصیبته. بیراه هم نمیگه. دهنتو ببند، حرف زدنت کمکی نمیکنه. باشه. شهری که من به دنبالش هستم پر از لذت و خوشی ابدیه. من میخوام اون شهر رو پیدا کنم، بعد برگردم تا به بقیه‌ام بگم چطوری باید به اونجا برم. تو میتونی همه اینا رو تو این کتاب بخونی. ببین؟ نه نمیبینم، علاقه‌ام به دیدنش ندارم. این کتابی که تو هیچ وقت نباید خوندنش شروع میکردی هیچ کاری نکرده جز اینکه عقل تو از کلت پرونده. داره شب میشه و دلم برای بالشم حسابی تنگ شده. حالا بگو بینم با من میای یا نه. کل شق. منم میخواستم همین سوالو از تو بپرسم. انگار تو هم کم لجوج نیستی یا؟ البته از نوع بیعقلش. بیا بریم نرم خو. بذار بره، ما سعی خودمونو کردیم. نشنیدی چی گفتم؟ تو نشنیدی اون چی گفت؟ گذرگاهی از طلا بدون هیچ اندوهی. چی؟ تو دیگه احمق نشو. باشه. خب چی شد؟ کارگری و زحمت زیاد در مقابل گذرگاهی از طلا بدون هیچ اندوهی. خدا نگهدار. که اینطور؟ ضرری تو عوض کردن تصمیمم نمیبینم. معلوم میشه. تو نمیخوای تصمیمتو عوض کنی لجوج؟ اینطوری به نظر میاد. آره؟ شما نادونه به سمت مرگ برید. در ضمن همه چیزو به همسر بیچارت و مباشری میگم. خب پس گفتی گذرگاهی از طلا بدون هیچ اندوهی. ادامه بده دیگه. چی؟ زندگی ابدی، آرامش جان، لذتی بی پایان در حضور پادشاه، جامه های فاخر. چه سعادتی. پس منتظر چی هستی؟ بیا سریع‌تر بریم به اونجا. این دیگه چیه؟
گل؟ گل؟ نرم خوب، حالت خوبه؟ دست منو؟ میدونستم نباید به حرف تو گوش کنم. نه کمک، کمک. گذرگاهی از طلا، جامه های فاخر. جامه های فاخر. اگه اول راه اینجوریه، آخرش قراره چی پیش بیاد؟ ها؟ کتابت واسه خودت. ولی ضرری تو عوض کردن تصمیمم نمیبینم، ابدا. لطفا کمک، کمکم کنید، کمک. منو صدا کردی؟ من کمک خواستم، نمیتونستم باید چی کار کنم. خب منم اومدم، چون اسم من کمکه. اوه ممنونم. بهتری؟ چرا از پله ها استفاده نکردی ها؟ پله؟ واسم مخفی شده. پادشاه این پله رو گذاشته تا به افرادی مثل تو کمک کنه، اما به محض اینکه این باتلاق میخواد خشک بشه، دوباره با ترس و شک و دودلی آدم ها پر میشه. پس این شبیه... آره شبیه گله و مثل گله چسبناکه و مثل گل آدم ها پایین میکشه، اما گل نیست، انبوهی از ترس هاست، باطلاق دل سردی. اینجا جاییه که آدمایی مثل دوست تو قبل از اینکه شروع کنن منصرف میشن. اما میدونی اون حق داشت. آره حق داشت در مورد برگشتنش، ولی بذار یه چیزی بهت بگم. سفری که تو شروع کردی برای آدمای مردد نیست. نه نه به هیچ وجه. برای سوستان سراف و کمراده هم نیست. این باطلاق در مقابل مشکلات پیش رو هیچی نیست. میخوام یه سوال ازت بپرسم. تو پادشاه آسمانی رو میشناسی؟ اون منو به اینجا فرستاد. ببینم تو شهر آسمانی رو دیدی؟ البته که دیدم. پس برو کنار، میدونم راه سختیه، تو کتاب راجع بهش خوندم. فقط من میتونم امیدوار باشم که پادشاه خودش تو این راه به من کمک میکنه. نیازی به توضیح نیست مسیحی، چون هیچ شکی ندارم که تو داری به سمت نور حرکت میکنی و هرگز به پشت سرت نگاه نمی کنی. ولی فراموش نکن کمک به شکلای مختلف به تو همیشه نزدیکه. بازم ممنون که گلی بودی. هنوزم یکم گل روی لباسته. به سلامت. فراموش نکن کمک به شکلای مختلف به تو همیشه نزدیکه. بدبخ شدیم رفت. یه نفر دیگه هم رفته. پس شنیدید شما؟ معلومه که شنیدم. ظاهراً رئیسم شنیده. اون آدم به باطلاق رسیده، از اون گذشته به بغلم روی خارجی رسیده. پس کاری نمیتونیم بکنیم. او چرا میتونیم؟ نمیتونیم تو قلمروی خارجی اونو بگیریم، ولی میتونیم دل سردش کنیم.
با ترس، با شک، با غرور، دل سرد کننده های زیادی هستند عزیز دل من. من باید چی کار کنم تا از شر این بار خلاص بشم؟ آذرم هر چی که دارم بدم تا مشکلت توی این دنیا هر چیزی که هست به خاطر اون بار روی پشتت مرد جوان؟ راستش منم. او راستی من خودم رو معرفی نکردم. من عقل کل هستم. اسمم عقل کله، فامیلیم دنیوی. به هیچ وجه اینا رو با هم قاطی نکن. خب داشتی میگفتی؟ من قصد دارم با گذشتن از دروازه به شهر آسمانی برسم تا از شر این بار که هر لحظه داره سنگین تر میشه خلاص بشم. کار خوبی میکنی پسر جون، اما خب اما چی؟ کی به تو گفته اونجا از شر این بار خلاص میشی؟ یه آدم خوب که موقع نیاز به کمک من اومد. مبشر میدونستم. بازم اون موضوع چیه؟ تو این همه راهو تا اینجا اومد چی؟ آره موضوع اینه که این مبشر خب اون یه کمی خب یکم چی؟ خب اون عقلش قد یه گنجشکه، طفلی روانش پریشونه. نه اون مبشر هر نیتی که داشته باشه تو رو به یه راه پوچ و پرخطر فرستاده. البته از این خراش ها و پارگی ها و گل ها پیداست که تا حالا هم کم نکشیدی و متاسفم. پس برات بهتره که از این سمت نری که حماقت محضه. از این سمت برو که مسیر درسته. اما نداره. با من بحث نکن، گوش کن. پس از اون مسیر حرکت کن. آره پسر جون، از اون مسیر برو و اصلا توقف نکن. مهم نیست اوضاع چطور به نظر برسه، فقط به اون مسیری که به تو میگم حرکت کن تا برسی به یه روستا به نام اخلاق. اونجا یه تپه میبینی. وقتی به اون تپه برسی نشونه ها رو خواهی دید. اونجا به تو میگن که چطوری از شر این بار خلاص بشی، نه تو اون دروازه احمقانه ای که مبشر به تو گفته. چه کسی آنجا؟ گفتم چه کسی آنجا؟ من مسیحی هستم. به من گفتن دنبال شخص محترمی به نام شریعت بگردم. آن شخصی که میگویی من هستم، اما محترم نیستم. به من گفتن شما میتونید منو از شر این بار بازه حرف بزن ببینم چه میگویی. من وقت زیادی ندارم. گفتن شما میتونید این بار رو از روی من برش دارید. معلوم است که میتوانم. خب پس میشه، لطفاً برش دارید. خب من نمیتوانم تا نزد تو پای بیایم، چون من کوه هستم. تو باید نزد من بیایی. اما چطوری؟ از دستورات پیروی کن. کدوم دستورات؟ خب معلوم است همه آنها. کدام دستورات؟ ولی تعدادشون خیلی زیاده.
خیلی زیاد، خیلی زیاد، چون باید به تعداد کافی باشد. اکنون بیا، میخواستی از شر انبار خلاص شوی، مگر نه نزد من بیا. کاری که میگویم بکن، اکنون بیا. هنوز خیلی دوری، به سختی میتوانم ببینمت. ادامه بده پسر، این گونه نمیتوانم کاری برایت بکنم. یک دستور را رد کردی، میگویم یک دستور را رد کردی. نمیتونم. تو از من انتظار کمک داری در حالی که خودت نمیتوانی به خودت کمک کنی؟ برخیز. آی دیگه چی کار باید بکنم؟ چی شد که به این سرعت از راهت منحرف شدی؟ نمیدونم. بگی. خدای زود باش، خودت از زیر اینا بیرون بکش. دستورات، اون چیزی که به دنبالش هستی رو به تو نمیدن مسیحی، بلکه فقط به تو یادآوری میکنن که تو قادر نیستی به همه اونو عمل کنی. شریعت نمیتونه تو رو از شر این بار خلاص کنه. چه گفتی؟ گفتم به تو نشان میدهم چه میتوانم بکنم. آماده باش تا قدرت مرا ببینی، انسان مفلوک. مسیحی بودو، تو را زیر قدرت خودم له میکنم و دنیا را از شر بارت و خودت خلاص میکنم. جون سالم به در برده ایم. وقتی شریعت در حال نابودیه، ما در راهیم، راهی که تو از اون خارج شدی و باید به اون برگردی. اصلا تقصیر من نبود. او که اینطور، من با شخصی به نام عقل کل روبرو شدم. انسان رزل. اون گفت راه آسون تری هم برای خلاص شدن از این بار هست. خب منم از مسیرت خارج شدی. من فکر کردم. تو فکر کردی پادشاه تو رو به مسیر اشتباه هدایت میکنه؟ خب نه، من تو این فلاکت رو برای خودت به بار آوردی، با رد کردن فرامینی که پادشاه برای تو فرستاده بود. حق با توه، تقصیر منه. من نباید به حرفای عقل کل گوش میکردم. تقصیر هیچ کس نیست جز خودم. متاسفم. من تو بخشیده شدی. چی؟ من؟ بخشیده شدی. اشکای تو نشانه پشیمانی است. پادشاه گفته هر خطایی بخشیده خواهد شد. اکنون برخیز، به سفرت ادامه بده، که وقتی برای از دست دادن نداری مسیحی. اما این را بدان که این هیله‌گر توانست در دو مورد تو را فریب دهد. اول اینکه باعث شد به سادگی از مسیرت منحرف شوی. دوم اینکه سختی‌های راه را جلوی پایت گذاشت تا پا پس بکشی. و اکنون به سمت دروازه برو. یادت باشد مسیحی با تقوا، دوباره از راهت منحرف نشوی. مراقب خودت باش. تو با فلاکت شکست خوردی. اما باعث شدم اون از مسیرش منحرف بشه و بعد رهاش کردی. توی دستای عقل کل بشریت مطمئن بودم که اونا جلوشو میگیرن. اونا مال ما بودن قربان. و الان نه. حالا میخواید من چیکار کنم؟ اونو بگیر، لشکر رو بفرست، هر چی لازمه انجام بده. بله سر برم. بله 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 بابا. نظر به اون دروازه نزدیک بشه. متوقفش کن، متوقفش کن.
آروم باش. دروازه. بالاخره به شکلهای مختلف به تو نزدیکه. کمک کمک بکوب که در به روی تو گشاده خواهد شد. در رو باز کنید. بله من مسیحی هستم. خب بذار بیام داخل. خب زودتر بگو. موفق شدم. موفق شدم. یه لحظه فکر کردم کارم تمومه. ولی تونستم. تونستم. این در بروی همه باز میشه. چی کار میکنی؟ به من گفته بودن وقتی به اینجا برسم از این بار خلاص میشم. حتما گفتن که اونجا باید چه کار کنی. پس بگو چه کار کنم. من میگم که بهتره بدوی. بدوم؟ و با اینا صاف هرچه سریتر ولی... بهتر. عجله کن. ولی من فکر کردم سفرم تموم شده. نه پسر جون، سفرت تازه شروع شده و که من به جگ تو بودم عجله می کردم. ولی آره دیگه سریتر. از کجا بدونم از کدوم طرف باید برم؟ مستقیم، همیشه مستقیم. این مسیر تو رو به مقصد می رسونه. حالا برا زود باش. بگیر باشه کسی. چطوری میتونم ببینم کجا؟ ای کاش میتونستم از کسی کمک بگیرم. این دیگه چیه؟ آه
تو میخوای من دنبالت بیام؟ بسیار خوب، شب تا به کوچولو میام. تو کی هستی؟ خوش آمدی مسیحی عزیز. در واقع من مفسر هستم. من منتظرت بودم. منم منتظر یه چیزی شبیه خونه بودم. همه چیز آنطور که به نظر میرسد نیست مسیحی عزیز. گاهی‌های زندگی انسان را به سوی چیزهای جالبی میکشاند. دربان درست میگفت، تو به کمک احتیاج داری. آیا مشکلی پیش آمده؟ اون نور انگار شما رو دنبال میکنه. خب طبیعی است، من مفسر هستم. من در جایی که تاریکی باشد نور میآورم. متوجهم. واقعا هستی مسیحی؟ واقعا چی هستم؟ تو واقعا متوجه هستی؟ خب الان احساس میکنم نیستم. تو در مسیرت به اینجا در تاریکی ها قدم برداشتی. اکنون من اینجا هستم تا ادامه راحت را روشن کنم مسیحی. اونها کی هستند؟ ما پیروان پادشاهی هستیم که ما را از طریق نور کتابش هدایت میکند. پادشاه همیشه به وعده هایش عمل میکند، اما نگاه او به چیزهای ابدی است. این را به خاطر بسپار مسیحی. در راه با افرادی روبرو میشوی که تظاهر میکنند مسیر درست را به تو نشان میدهند، اما تنها تو را به سوی فلاکت میبرند. این کیه؟ نامش بیتابی است. او برای به دست آوردن چیزهایی که میخواهد بسیار بیقرار است. وقتی بزرگ شوی چه خواهی شد؟ در مقابل نام او صبر است. و حتما برای به دست آوردن هر چیزی صبر میکنه. مسیحی تو باید یاد بگیری که نگاه کنی نه فقط ببینی. بسیار خوب، در اینجا منظور این است که من باید برای رسیدن به چیزایی که پادشاه وعده داده صبور باشم و از راهم منحرف نشوم. چیزهایی که اینجا میبینی در سفرت به تو کمک خواهند کرد و در آخر اگر میخواهی بدانی او چرا در قفس است، از خودش بپرس. آقا چرا اینقدر ناراحتید؟ نه ببخشید، متوجه نشدم. آقا متوجه نشدم. امیدی نیست. این مورد آخر خیلی ناخوشایند بود.
چون دیگر امیدی برای او نیست. خب این یعنی چی؟ زمانش که برسد خودت متوجه خواهی شد. هدیه من به تو برای کمک به سفرت در این چند کلام خلاصه می شود. مسیحی عزیز، نگاه کن، نه فقط ببین، گوش کن و نه فقط بشنو. حال دیگر آماده ای تا به سفرت ادامه دهی. به چیزهایی که امروز یاد گرفتی خوب فکر کن تا راحت هموار شود و به مقصدی که قلبت به آن اشتیاق دارد برسی. مسیر صبر، راه بیتابی، کدومش؟ نگاه کن، نه فقط ببین. اصلا سر در نمیارم. من برای رسیدن به پادشاه مسیر مستقیم رو انتخاب میکنم. مهم نیست چقدر سخت به نظر برسه. خیلی سخته که با این بار سنگین از این راه باریک عبور کنم، ولی اگه به جلو حرکت کنم پادشاه به من قدرت میده. اون به من قدرت میده. چی؟ و اگه اراده کنه بارم رو برداره اون وقت؟ خدای من، با نزدیک شدنم به پادشاه این بار بالاخره داره از من جدا میشه. من مسیر رسیدن به پادشاه رو درست طی کردم، چون با هر قدم اون داره منو آزاد میکنه. آزاد میکنه. متوجه هستی اکنون چه اتفاقی افتاد؟ شما کی هستین؟ ما قاصدین پادشاه هستیم. متوجه هستی اکنون چه اتفاقی افتاد؟ قلبم دیگه پاک شده. پادشاه برای من کاری کرد که نه خودم و نه هیچ کس دیگه قادر به انجامش نبودیم. اون منو از بارم رها کرد و به من زندگی جدیدی بخشید. حقیقتاً اینطور است. جامعه تازه برای یک زندگی تازه. تو اکنون متعلق به پادشاه هستی.
تو مانند یک شاهزاده به حضور او خواهی رفت مسیحی. قلب من غرق شکرگزاریه، چون لباسهای کهنه و بار روی دوشم از من گرفته شد و به جای اونها این چنین برکتی نصیبم شده، برکت عظیمی که قابل مقایسه با هیچ چیز نیست. اکنون به سفرت ادامه بده تا به کاخ زیبایی برسی. در آنجا برای ادامه راحت جانی تازه خواهی گرفت. اوهی کاری از دست ما بر نیم، ما سعی خودمونو کردیم، اما نه به قدر کافی. ما شکست خوردیم. شاید بهتر اونو فراموش کنیم، شاید باید اونو به حال خودش بذاری. به حال خود؟ به حال خود؟ اون احمق الان برای ما تبدیل به خطر بزرگ شده. خطر؟ چه خطری آقی؟ اون فراموش نمی کنه، دیگران هم راه اونو میرن. نه، اون باید متوقف بشه. ولی اون خیلی خیلی دور شده قربان. فکر میکنی من اینقدر ضعیفم؟ تا حالا ندیدی چند نفر رو از راهشون برگردوندم؟ حالا باید فکری به حال این مسیح بکنم. اون باید تو خون خودش غرق بشه. بالاخره این دیگه چی بود؟ این دیگه چیه؟ این صدای حیوانای جنگله. چی کار کنم؟ باید به جلو حرکت کنم. کمک. بیا مسیحی یه با ترخان. با تقوا تو شجاعتت رو ثابت کرده ای. تو از آزمایش ایمانت گذشتی، اما به سختی. نام من محتاط است، اینجا هم خانه من و توست. قلبم هنوز داره میکوبه، نزدیک بود این خوشی تازه به دست اومده رو از دست بدم. تو اکنون ممکن بود مرده باشی، پس نترس، نگذار ذهنت آشفته شود. اکنون تو اینجا با منی و با دخترانم. بصیرت، ملاحظه، پارسایی و نیکوکاری. به خانواده ما خوش آمدی مسیحی با تقوا. ممنونم از مهمان نوازیتون. من تا حالا همچین خونه ای ندیده بودم. پادشاه شهر آسمانی این خانه را به منظور تجدید قوای مسافرانی همچون تو ساخته است. اکنون اینجا خانه تو نیز می باشد. افراد دیگری نیز پیش از تو از این را گذشتن. بگذار زندگی آنها تشویق برای تو باشد، زیرا تو اکنون جزی از خانواده با شکوه آنهایی و حالا تو دیگر تنها نیستی. حال به ضیافت به پیوند. بله، اینطوری بود که وارد این راه شدم. ولی باید بگم که با هر قدم یک درس تازه گرفتم.
و با هر سختی قوی تر شدم. من یاد گرفتم که هیچ کار پادشاه بیهوده نیست و خب من الان اینجام و هنوزم سالمم. بله. خانواده ها چه شدند؟ خواهر، به این خاطر میپرسم که آنها را در قلبت میبینم. این تنها افسوس منه. ای کاش بیشتر برای متقاعد کردنشون تلاش میکردم. نیازی نیست اشکایت را مخفی کنی مسیحی با تقوا. ما خانواده تو هستیم. من عاشق همسرم و عاشق بچه های دلبندم هستم. این برای من خوبه که از اونا صحبت کنم، چون من اونا رو توی قلبم نگه میدارم تا به وعده پادشاه برسم، تا اینکه اونا درک کنن و پیروی کنن، یا اینکه من از نبودشون آروم بگیرم. مطمئن باش که پادشاه از غم تو آگاه است و از هر اشکی که برای آنها میریزی با خبر است. آرام باش مسیحی با تقوا، قصه هایت را مقابل پاهای پادشاه بگذار، چون حتی یک تار مویت هم بدون اطلاع او به زمین نخواهد افتاد. اکنون بیا، امشب یک جای خاص برای تو در نظر گرفته شده تا ذهن آشفته و قلب و روحت آرام بگیرد. فکر میکنم برایش مناسب است. البته او در حال حرکت به سوی هدفش میباشد. اینها به راحتی لباسهای دیگم نیست، اما برای مراحل بعدی سفرت مناسب است. حال بیایید او را همراهی کنید. نیازی به زحمت نیست. خدای من، من خوبم. فکر میکنم پایین رفتن از تپه خطرناکتر از بالا رفتن از اونه. پایین رفتن از دره حقارت برای همه کار دشواری است، و برای این کار باید تنها قدم بردارند. چی؟ چی گفتین؟ درست شنیدم؟ گفتین دره؟ این دیگه چی؟ من کجا هستم؟ پس شمشیر، سپر، زره، اونا داشتن منو واسه نبرد آماده میکردن؟ شجاع باش، شجاع باش. چرا مسیحی؟ تو اینجا تو این جای ترسناک چه کار میکنی؟ دور از خونه گرم و نرم و خانواده عزیزت. تو کی هستی؟ منو یادت نمیاد؟ من شاهزاده تو هم. شاهزاده من؟ اون شمشیر واسه یه چیه؟ میبینی که من مسلح نیستم. حالا بیا با هم برگردیم. برگردیم؟ نمیتونی تصور کنی که همسر و بچه ها چقدر دلتنگتن. بابا برگرد خونه. ای کاش بر میگشتی. دل تو هم تنگ شده مگه نه؟ خیلی. پس کجایی بابا؟ برگرد. ولی من در راه رسیدن به پادشاه به هیچ عنوان پاپس نمی کشم. چه با شکوه. باور کن هیچ کس به اندازه من تو رو تحسین نمی کنه. ولی خوب فکر کن، حتی اگه به مقصدت برسی چی به سر خانوادت میاد؟ شاید خودتو نجات بدی، ولی اونا چی؟ نه، به نظر من بهتره با من برگردی. حالا
شمشیرتو بذار زمین. اما نگاه او به چیزهای ابدی است. بار مسیحی، در راه با افرادی روبرو می شوی که تظاهر می کنن مسیر درست را به تو نشان می دهند، اما تنها تو را به سوی فلاکت. چی؟ پادشاه هیچ وقت منو رها نکرده، منم اونو رها نمی کنم. تو یه دروغگوی فریبکاری، تو نابود کننده یه تمام چیزای خوب و درستی. ساکت شو. من به تو خدمت کردم ولی چیزی به جز فلاکت نصیبم نشد. ساکت شو. من به پادشاه آسمانی وفادارم. همین؟ شنیدی چی گفتم؟ تو توی همین سفر تا حالا چند بار اونو رها کردی؟ تو برای اون پادشاهت مایه ننگی. همین رحمت و بخشش اونو شیرین تر میکنه. تو یه هیلگری که مردمت رو با زنجیرهای نامری اسیر کردی. پادشاه زنجیر منو پاره کرد و منو آزاد کرد. من پیرو اون هستم. پس آماده باش تا تاوان سفرتو بدی، چون من قسم خوردم که فراتر از این نخواهی رفت. اینطوری به من نگاه نکن. درسته که زمین خوردم ولی دوباره بلند میشم. حالا دوباره منو میبینی مسیح؟ زمانی که امواج بر علیه تو غلبه کنن و زمانی که مرگ دستای سردشو دور روح مفلوک تو حلقه بزنه، من تو رو میبینم. نه، از اینجا برو، از اینجا برو. با ایمان؟ مسیح تویی؟ پس اون کتاب رو پیدا کردی؟ از طریق همون کتاب بود که از جنگ آینده و تاریخچه شهرمون با خبر شدم. شهر نفرین شده، شهری که کاملا با جایی که من و تو داریم میریم فرق داره، شهری که تا ابد باقی است. مبشر،
خوشحالم که میبینم ات مسیح. این همون کسیه که راهو به من نشون داد. اون برای منم مثل یه گنج میمونه، منم بهش مدیونم. ولی بگو ببینم چی تو را تا اینجا کشونده؟ اشتیاق همراهی شما. اکنون کمی غذا بخوری؟ ها؟ با کمال میل. از این بهتر نمیشه. بیایید دوستان کمی استراحت کنید. من بسیار خرسندم، نه به خاطر اینکه با سختی‌های زیادی روبرو شدید، بلکه به خاطر اینکه با ایمان با آنها روبرو شدید و به راهتون ادامه دادید. با ایمان و مسیحی عزیز، تاج ابدی در انتظار هر دوی شماست. اما هوشیار باشید دوستان من، زیرا هنوز شما در دسترس شیطانید. و دیگه چی باید به ما بگی؟ شما تو تا اینجا نیومدی که با ما غذا بخوری. موضوع مهمتری هست مگه نه؟ نباید انتظار داشته باشید که بدون سختی به رایتون ادامه بدید. ولی ما تا الان صلاحیت خودمون رو ثابت کردیم. میتونیم جای زخمامون رو نشون بدیم. نه، منظور من سختی‌های بزرگتریه، سختی‌هایی که نمیتونید از اونا فرار کنید دوستان من. یعنی چی؟ به زودی به شهری خواهید رسید و در اونجا دستگیر خواهید شد. دستگیر؟ و یکی یا هر دوی شما شهادت ایمانتان را با خون خود خواهید داد. شهری که به اون میرید شهری متفاوته. به نمایشگاه پوچ خوش آمدید. اون شهر توسط شیطان بنا شده و دقیقاً در راهی قرار داره که به شهر آسمانی ختم میشه. اونجا پر از چیزهای رنگ و رنگه. در اونجا با چیزهایی روبرو میشید که قلب انسانو وسوسه میکنه. لباسشو نگاه کن. باید از این شهر عبور کنید، اما مراقب باشید، زیاد به خودتون مطمئن نباشید و اینو به خاطر داشته باشید، پیش از ورود به شهر آنچه تصمیم دارید را در قلبتان ثبت کنید، زیرا بسیار بودند کسانی که با یک چشم به ابدیت و یک چشم به دنیا وارد این شهر شدند و شکست خوردند. ها؟ چی شد؟ خراب شد؟ نه؟ چیزی رو که ما دنبالش هستیم و شما نمیفروشین. چی گفتی؟ چی میگه؟ غیر ممکنه. جدیدید چی گفت؟ اینجا چه خبره؟ این تجمع برای چیه؟ این؟ غریبه های عجیب و غریب میگن؟ چیزی که میخوان اینجا نیست و با این کارشون نمایشگاه ما رو مختل کردن. پیش به سوی قاضی. چی؟ ولی ما که کاری نکردیم. برید کنار، راه رو باز کنید. گفتم راه رو باز کنید. چه خبره؟ چرا نمایشگاه مختل شده؟ هن موضوع چیه؟ اینا غریبه های عجیبن. اونا چی کار کردن؟ هیچی؟ دقیقاً. اونا تو هیچی مشارکت نمی کنن، هیچی نمی خرن و هیچ کاری هم نمی کنن. بس شما چون هیچ کاری نکردید نمایشگاه ما رو مختل کردید. فقط یه راه داریم. آیت منصفه. هیئت منصفه. در خدمتی. خب شاهدی هم داریم. حسادت و غرور. شما این زندانیه رو میشناسین؟ بله، حداقل برای 15 دقیقه. چه شهادتی بر علیه اونا دارین؟
اونا گفتن چیزی که میخوان و ما نداریم. خب حالا اون چیز چی هست؟ آرامش، شادی، عشق، شفقت و محبت، صبر و قناعت و تاجی که هرگز و هیچ وقت نابود نمیشه. نظم دادگاه رعایت کنید، نظم دادگاه رعایت کنید. بیا جلو. ما از این چیزا تو بساطمون داریم؟ معلومه که نه. اینجا نمایشگاه پوچه، نه سرزمین آرزوها. من اصلا نمیدونم این چیزا رو از کجا میشه پیدا کرد. خب من مطلع شدم چیزی که شما میخواید اینجا فروخته نمیشه، ولی میتونید اجناس مرغوب دیگه ای رو توی نمایشگاه باشکوه ما پیدا کنید. حرف شما کاملا درسته، چون این چیزا فقط تو دسته پادشاه هستن و پادشاه اونا رو فقط به کسایی میده که طالبشن. البته این چیزا نه با پول و سکه، بلکه فقط با تسلیم کردن قلب خودمون به اراده پادشاه به دست میان. میتونید ثابت کنید که این چیزایی که میگید اصلا وجود دارن؟ با رحمت پادشاه بله. خیلی خوب، اونا را به ما نشون بدی. اونها چیزهایی نیستن گرفتشون. اونا چیزای فوق‌العاده‌ای هستن که تو قلب ما نگهداری میشن و با ارزش‌ترین چیزها در حین سختی‌ها هستن، چون ارزش اونها در سختی‌ها مشهودتر میشه. خیلی خوب، سرورم، حالا اجازه میدید بگم ما چه چیزهایی رو از دست دادیم؟ چه چیزهایی رو؟ خب، معلومه، سختی‌ها رو. سختی‌ها؟ سختی ها؟ ظلم به جایگاه بیاد. تو با خودت چی فکر کردی؟ نمایشگاه مختل شده، این کافی نیست؟ من برای قضاوت آمادم. ولی مردم شهر نه. منظورت چیه؟ ندیدین مردم چطوری به صحبتهای اونا واکنش نشون دادن؟ من میگم بهتره اونا رو در ملأ عام مجازات کنیم تا مردم ببینن که این دوتا احمق صاحب هیچ کدوم از این آرامش، عشق، شفقت و بقیه مزخرفاتی که میگن نیستن. اینطوری مردم ما میفهمن به هیچ وجه چیزی رو از دست ندادن. منطقیه، من این کارو میکنیم. خب پس صدور حکم رو تا زمان تکمیل شواهد به تعویق میندازم. حالا برید و نمایشگاه دوباره راه اندازی کنید. چی کار میکنی؟ بلم کنی، بلم کنی. خب تموم شد، بریم یکم خوش بگذرانیم. حالا چیز بهتری نصیبتون شد. چی گفتی؟ مردم با سنگ اونا رو زدن و تحقیرشون کردن. اونا چی؟ در جواب کاری نکردن؟ حتی سعی کردن به مردم لبخند بزنن. نه، چه رزالتی، چه رفتار زننده‌ای. اونا شیطان صفتن. من میگم بهتره هر چه زودتر از شرشون خلاص شد. من هم موافقم. زندانیا رو بیارین. شواهد برای ما قانع کننده نبودن، ولی ما سعی کردیم طوری رفتار کنیم که شما محکوم به مرگی. چی گفتی؟ از اون شروع کنین. نمیشه. حالا میبینی که میشه. همه بلدردان سر کارشون. با ایمان نگران نباش برادر عزیزم، این همون چیزیه که مبشر اومده بود تا ما رو براش آماده کنه. امروز من با خون خودم شهادت ایمانم رو میدم. با ایمان. نه برادر عزیزم، ناراحت نباش که من زودتر از تو میرم. ایمانت رو حفظ کن، یه روزی دوباره میبینمت، یه روزی دوباره میبینمت. با ایمان. نگران نباش، فردا نوبت توه. ببریدش. با ایمان. با ایمان.
با ایمان، برادر عزیزم با ایمان. به من قدرت بده، بهم کمک کن، لطفاً بهم کمک کن، کمک کن. نمایشگاه دوباره رونق گرفته، اون وقت ما داریم از آدمی که قراره بمیره مراقبت میکنیم. حرف دل منو زدی، یه فکری به ذهنم رسید. تو برو از نمایشگاه لذت ببر، من نگهبانی میدم، نیازی نیست هر دومون اینجا باشیم. بعد تو برگرد تا جامونو با هم عوض کنیم. خب من نمیدونم. ببین، کسی چیزی نمیفهمه، نه تو چیزی میگی و نه بسه. من رفتم. تو یکی از نگهبانای اون شهری، من نمیخوام دوباره به اونجا برگردم. منم همینطور، من نیومدم تو رو دستگیر کنم، فقط میخوام با تو بیام. وقتی حرفای اون دوستت با ایمان، آره، وقتی حرفای با ایمان رو شنیدم به فکر فرو رفتم. توی این شهر من تنها آدمی نیستم که همچین احساسی داره، خیلی های دیگه هم هستن. شاید به خاطر همینه که این راه از این شهر میگذره، به خاطر اینکه رهگذرها بتونن به افرادی مثل تو کمک کنن. میبینی که همه چیزا رها کردم، دیگه نمیتونم برگردم. خب میتونی با من بیای، ولی الان یادم اومد که من هنوز اسم تو نمیدونم. امیدوار. امیدوار. پس امشب و مثل اسمت با امید سر کن مرد شجاع، تا فردا به سمت پادشاه راهی بشیم. برادر عزیزم با ایمان، خون تو بیفایده نخواهد بود. زمین اینجا کم سنگلاخیه. اینجا رو ببین، نظرت چیه؟ دوست داری از اون مسیر بریم؟ ولی اگه این راه ما رو به بیراه بکشونه، اون وقت باید چی کار کنیم؟ چطور ممکنه؟ این راه موازیه. ببین، تا جایی که چشم کار میکنه موازیه. من میگم اگه از این راه بریم، میتونیم میانبر بزنیم و مسیر رو کوتاه کنیم. دنبال من بیا. من دیگه نمیتونم راهو ببینم. باید از همون راهی که اومدیم برگردیم. اصلا فکرشو نمی کردم. او نه. نمیدونم امیدوار، من واقعا فکر میکنم باید برگردیم. ولی ما حتی نمیتونیم جلوی پامون رو ببینیم. نگاه کن، بیا یکم اینجا پناه بگیریم. میتونیم اینجا منتظر بمونیم، طوفان به زودی تموم میشه.
اینجا چه خبره؟ چند روز گذشته؟ 6 روز. نه آبی داریم، نه غذایی. همه اینا تقصیر منه. این موضوع حرف زدیم، ولی این پیشنهاد من بود. خب منم موافقت کردم. دیگه باید این فکر رو از سرت بیرون کنی. شما نفرین شدید. نفرین. ما داریم مجازات میشیم. چی؟ استخونا رو اون پایین دیدی؟ راستش دلم نمیخواد ببینم. مرگمون حتمیه. بهتر امیدوار باشیم اون دوباره نیاد پایین. نه. من واقعا دیگه تحمل ندارم. چی؟ شما که هنوز زنده اید. هر چی لازم بود بهتون دادم تا کارو یه سر کنی. چاقو، شما، تناب، دیگه چی کار باید بکنم؟ چرا هنوز خودتونو نکشتی؟ شما واقعا ترس منو؟ چی شد؟ فکر کنم بیهوش شد. دوباره. خدای من. باید به حرف مامانم گوش میکردم وقتی میگفت نباید با تو ازدواج کنم. من با اون همه جوونی و زیبایی که داشتم میتونستم با هر گونه با عرضه دیگه ازدواج کنم. باید یکی بهتر از تو رو پیدا میکردم. حالا روزتو ببین بدبخت. همیشه مثل پیر زن رو قش میکنی و من مجبورم نشه تو جمع کنم. آخی چرا؟ رفت. چرا ما رو نکشت؟ چرا کار رو تموم نکرد؟ چون تواناییشو نداره. چی؟ دستاشو ندیدی؟ اون میتونست با یه انگشت ما رو له کنه. اون فقط اونا میتونن ولی نمیتونن. چرا زودتر به ذهنم نرسید؟ اصلا سردر نمیارم چی میگی. نگاه کن اون بالا نزدیک سقف چی میبینی؟ جمجمه؟ یه جمجمه یه بزرگ؟ یه جمجمه یه بزرگ؟ نه اون وسط، اون علامت. اسم این قلمروه، اسم این قلعه. ناامیدی. قلعه ناامیدی. به خاطر همینه که اونا میخواستن ما خودمونو بکشیم. به خاطر همینه که نمیتونیم بریم بیرون. صبر کن، من که سردر نمیارم. شنیدی اون قول چی گفت؟ گفت هر چی لازم بود به شما دادم تا کارو یه سره کنید. اونا نمیتونن ما رو بکشن، فقط میتونن اونقدر شرایط و طاقت فرسا کنن که خودمون این کارو انجام بدیم. همیشه یه راه فرار برای تو بوده، مگه اینطور نیست؟ الانم حتما یه راه نجاتی هست، حتما یه راهی هست. امیدی نیست.
من بودم. اون مرد توی قفس من بودم. من که نمیفهمم چی میگی. مخالف ناامیدی چیه؟ نمیدونم. امید. اون چیه؟ کلید نجات. یکی هم دیگه. ساکت باش. آخر خب باش، هول بده. موفق شدی. امیدوار. امیدوار. صدای چی بود؟ تو به هیچ دردی نمیخوری. آروم باش، آروم باش، اونو نترسون. گنده بک عزیزم، به درد نخوره من. زندانیا دارن فرار میکنن. بودو، تو اونا رو فراری دادی. گردن تو میشکنم. برگردین اینجا. عالی عزیزم، تو کارتو خیلی خوب بلدی، خیلی خوب بلدی. تو به هیچ دردی نمیخوری. دی ارزه. عجله کن. باشه. بگیرشون احمقه، به درد نخور. از این طرف، از این طرف. باید به حرف مامانم گوش میکردم وقتی میگفت نباید با تو ازدواج کنم. من با اون همه جوونی و زیبایی که داشتم میتونستم با هر قول با ارزه دیگه ازدواج کنم. باید یکی بهتر از تو پیدا میکردم. حالا باید نصف شبی بیام نشه تو رو از روی زمین جمع کنم. احمق، به درد نخور. میتونی تصور کنی همسر اون غول بیچاره الان چه بلایی سرش میاره؟ حتما تکه تکش میکنه. چی شد؟ اصلا سردر نمیارم. انگار راه ناپدید شده. اما من شما را هدایت خواهم کرد. به کوهستان‌های سرسبز پادشاه خوش آمدید. این تنها ذره ای از آنچه پیش روست. ممنونم چوپان مهربون. اسم من مسیحی است و نام تو امیدوار. می شناسمتان و شما را دوست می دارم. ما همدیگر رو می شناسیم؟ کم و بیش. حتما از شنیدن این خبر خوشحال خواهید شد که شما در آستانه شهری هستید که انتظارش را می کشیدید و برای رسیدن به آن سختی های زیادی کشیدید. از این بهتر نمی شه. بقیه راه چی؟ خیلی خطرناکه؟ فعلا همینقدر بدانید که تنها نیستید، زیرا پادشاه هدایتگر شماست، همچون چوپانی که گله اش را هدایت می کند. او همیشه جلوتر قدم بر می دارد، حتی اگر گوسفندان او را نبینند. برای ادامه سفر به شما یک نقشه می دهم. از چاپلوسان بر حذر باشید. بر زمین نفرین شده نخوابید و پیوسته نور شهر را دنبال کنید.
هر کاری که گفتی انجام میدیم چوپان مهربون. حالا به ما بگو این همون راهیه که به سمت کجا رفت؟ کجا رفت؟ اون از یه نقشه صحبت کرد. دادش به تو؟ منم میخواستم همین سوال از تو بپرسم. حیف شد. ای کاش الان نقشه توی دستمون بود. حالا نمیدونیم از کدوم سمت باید بریم. بای که صحنه یه نشینی. باید بگم به نظر پیش میاد دادم توی این راه رهنورد یا دیگر رو پیدا کنه. خیلی خوشحالم که شما رو میبینم دوست عزیز. من مسیحی هستم و اینم دوست خوبم امیدوار. چه اسمایی؟ مطمئنن این اسما نشوندهنده شخصیت خوب شما. فکر میکنم قصد سفر به شهر آسمانی رو داری. دقیقا همینطوره. پس مسیرمون یکیه. ولی انگار نور شهر از اون سمت میتابه. خیالاتی شدی با من. بیا من میدونم از کدوم طرف باید برم. میدونی من آدم ها رو خوب میشناسم و فقط با کسایی همراه میشم که مثل خودم شخصیت منحصر به فردی دارند. بیایید. خب ما تا حالا سعی کردیم بر ایمان خودمون بیستیم، هرچند که لغزش هایی هم داشتیم، ولی تقوا و شهامت مسیحی بیشتر از من بوده، چون اون خیلی زودتر از من قدم تو این راه گذاشته. من اونو خیلی تحسین میکنم و به عنوان یک الگو قبولش دارم. با این اوصاف منم همینطور. اینطوری هم نیست، من اونقدر هم با تقوا نیستم. تو خیلی متواضعی. حالا یکم از تجربه های سفرت با من در میون بذار، اینطوری همیشه مدیونت میشم. خب چی بگم، اتفاقای زیادی افتاد. اوه عجب توازوی. اون از باطلاق دل سردی جون سالم به در برده. اوه باطلاق نفرت انگیزه. همچنین از دره حقارت. خیلی اونجا دیوونه شدن. با هم از قلعه ناامیدی فرار کردیم. ناگفته نمونه که به ندرت کسی میتونه از زیر آوار اون همه استخون جون سالم به در ببره. وای که من جلوی شما زانو میزنم. در ضمن من با شریرم جنگیدم. اوه تو بزرگترین. تو بزرگترین احمق دنیا. تو تعجب کردی؟ فکر کردی به این راحتی دست از سرت بر میدارم؟ مرا از اینجا بیار بیرون. این تارا رو میبینی؟ اینا با خود ستایی شما بافته شدن. با این اوضاع از این میترسم که غرور شما مانعی رسیدنتون به مقصد بشه. بذار ما بریم. افسوس تو حتی فرصت خداحافظی با همسرت هم بیداره میکنی، یا بهتر بگم با بیوت. نه چاپلوس. چی؟ اون چاپلوسی بود که ما با پای خودمون به دامش افتادیم. آخه چرا من درس عبرت نمیگیرم؟ دوباره ناامید نشو مسیحی. ولی الان دیگه نمیتونیم. بسه، لطفاً نباید امیدمونو از دست بدیم. باید به صحبت‌های چوپان فکر کنیم. از چاپلوسم بر حذر باشید. قبل از اون شما در این راه تنها نیستید. و شما اکنون تنها نیستید. خیلی درد داشت. گاهی رهایی مستلزم درد کشیدن است. آیا با چوپان کوهستانهای دلپذیر ملاقات نکردید؟ چرا کردیم؟ آیا به شما نقشه ای نداد؟ فقط ما رو راهنمایی کرد و به همون هشدار داد، ولی هیچ نقشه ای نداد. فرامین پادشاه یک نقشه است مسیح. آیا آن فرامین نشان نمی دادند که به کدام راه بروید و به کدام راه نروید؟ چرا؟ الان می فهمم. تا آخرین نفس هوشیار باشید، زیرا به پایان سفرتان نزدیک شده اید. وقتی به اونجا برسیم چطوری متوجه می شیم؟ با رسیدن به لبه آخرین سایه، یعنی مرزی که شیطان در آن سوی آن هیچ قدرتی ندارد، جایی که گذشته برای همیشه تمام می شود و زندگی تازه ای آغاز خواهد شد. از گذشتن از آن نترسید، زیرا شهر ابدی شما در آن سوی آن قرار دارد. عمق قدم های شما با ایمانتان به پادشاه کمتر یا بیشتر خواهد شد.
داری کجا میری؟ نگاه کن، شهر رو اون طرف نمیبینی؟ دنبال یک راه عبور میگردم. مسیحی سر در نمیارم، انگار هیچ راه عبوری اینجا نیست، نه از اطرافش راهی هست نه از روی اون. یه دونه هست وسط اون. منظور چیه؟ من که راهی نمیبینم. نمیبینی این چیه؟ این آخرین سایه است، مرزیه که بعد از اون شیطان هیچ قدرتی نداره، یعنی مرگ. مرگ؟ جایی که گذشته تموم میشه و یه زندگی تازه شروع میشه. ما باید به جلو بریم. ولی دیگه هیچ وقت نمیتونیم برگردیم. من میرم. امیدوار. من میرم مسیحی. ولی من نمیرم. باید بیای، تو این همه راهو تا اینجا اومدی؟ اومدم تا یه راهی برای بقیه پیدا کنم، یه راهی برای همسرم، خانوادم، تا اونا رو نجات بدم. تو نمیتونی این کار رو بکنی، زیرا همون کسی که این راه رو برای تو مهیا کرد برای آنها نیز مهیا کرده. تو راه تو رفتی و مطمئن باش این کار تو تأثیر کمی بر مردم شهرت نگذاشته. اونها هم خواهند آمد، اینو مطمئن باش مسیح. همینطور همسر و بچه ها؟ این پرسش تنها توسط خود آنها پاسخ داده خواهد شد. اما اگر بیایند، آیا تو آنها را تنها تا این نقطه هدایت میکنی؟ یا به زندگی ابدی که شیطان در آن جایی ندارد، آیا هدایت میکنی؟ من میرم. باید برم. امیدوار. از اول سفر مدام به هم میگفتی که در راه پادشاه شکست جایی نداره و اون به وعده هاش عمل میکنه. حالا هم پادشاه نمیذاره من شکست بخورم. خدا نگهدار برادر عزیزم. امیدوار. اون رفت به سوی شهر آسمانی، به سوی تمام چیزهایی که وعده داده شده بود، به سوی چیزی که هر دوی شما با اشتیاق به دنبالش بودید. خب من میترسم. اما هیچ مشکلی پیش نمی آید، تو زندگی خود را به دستان پادشاه سپرده ای. و من دوست عزیزم باید زندگی خودم رو به دستای اون. مسیحی، زمانی که امواج بر تو غلبه می کنند، زمانی که مرگ دستای سردشو به دور روح مفلوک تو حلقه می زنه، من تو رو می بینم. عمق قدم های شما با ایمانتان به پادشاه کمتر و بیشتر می شود. از من داره خون میره. Huh?
تو؟ تو همون چوپانی؟ درست است، من چوپان نیکو هستم. من خون دیدم، داشت از من خون میرفت. این خون تو نبود مسیحی، خون من بود. و دیگر نیاز نیست نگران زخم هایت باشی، زیرا تو اکنون به مکانی رسیده ای که گذشته در آن جایی ندارد و حیاتی تازه آغاز می گردد. خوش آمدی مسیحی، به شهر آسمانی خوش آمدی. خوش اومدی برادر مسیحی، خوش برادر عزیزم. امیدوار با ایمان خوش اومدی دوستای من، برادرای من. اگه عزیزان من اینو میدیدن، اگه اونا هم به اینجا میومدن، اگه اونا هم به اینجا میومدن، اگه اونا هم به اینجا می اومدن. میدونم این حرف قلب تو رو میشکنه، همونطور که قلب منو شکست. ولی من میرم، چون هیچ شکی ندارم که این کتاب حقیقتو میگه. این کتاب به من وعده ای داده که اون رو در قلبم نگه میدارم، وعده ای که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده. و نه حتی کسی می تواند تصور کند چیزهای بی نظیری را که پادشاه برای آنانی که می جویند آماده کرده است. مسیح زنده است. بچه ها بلند شید، پدرتون زنده است.